سلام، با یکی دیگر از درس های گرامر زبان انگلیسی از چنل CBA خوش آمدید. در درس امروز توصیف کردن اسم با صفت و اسم دیگر را با هم بیاموزیم. پس تا آخر این درس همراه ما باشید. ادجکتیو یا صفت چیست؟ دوست عزیز، صفت کلمه یه که اسم را توصیف می کنه، یعنی درباره اسم اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار می ده. مانند مثال A و مثال B. در مثال A داریم I bought an expensive book، یعنی من یک کتاب گران قیمت خریدم. در اینجا در این جمله book اسم ماست و expensive adjective ماست. expensive به معنای گران قیمت. حالا می بینیم ما چه نوع کتاب خریدیم؟ کتاب expensive، کتاب گران قیمت. پس expensive اطلاعات بیشتری در مورد کتاب که ما خریدیم به ما میدهد. بنابراین برش صفت گفته میشه. حالا به این نکته توجه داشته باشید که صفت حالت جمع ندارد، یعنی plural form ندارد و همیشه به صورت مفرد میاد. مثلا I bought expensive books. در اینجا اسم ما جمع هست و ما نمیتونیم که صفت را هم جمع ببندیم، چون صفت همیشه به حالت مفرد میاد. چه اسم بعد از آن جمع باشه یا مفرد، صفت همیشه خودش به حالت مفرد قرار میگیره. پس گفته نمیتونیم expensive books. دوست عزیز، یک اسم هم میتونه اسم دیگری را توصیف کنه. مانند مثال سی و جی، مثال سی رو با هم میبینیم. I bought a grammar book. به این جمله گرامر خودش چیه؟ اسمه. اما چون درباره اسم بعد از خود اطلاعات میتبر ما، به عنوان صفت به کار رفته در جمله، یعنی نقش صفت رو در جمله بازی کرده. با اینکه خودش اسم است، اما چون اطلاعات بیشتر میتبر درباره اسم بعد از خود، پس نقش صفت رو در جمله داره. مثلا من میگم که من یک کتاب خریدم. شما ممکن است از من بپرسید که چه نوع کتاب خریدید؟ من در جواب میگم I bought a grammar book. و یعنی من یک کتاب گرامر خریدم. حالا گرامر اطلاعات بیشتری در مورد کتاب که من خریدم با ما میده و مانند یک صفت عمل میکنه. و همچنان مثال دی، I bought grammar books، یعنی من کتابای گرامر خریدم. دوست عزیز، توجه داشته باشید که اسمی که به عنوان یک صفت استفاده میشه در جمله معمولا مفرد است. مثل He works at a shoe store. او در یک دکان کفش فروشی کار میکند. Shoe noun است، store هم noun است. ولی shoe اطلاعات بیشتری در مورد store میده، یعنی به ما میگه که او در چه نوع store یا در چه نوع دکان کار میکنه. در دکان کفش فروشی. پس خود کفش فروشی چیه؟ نقش صفت را در اینجا داره. اما نکته که ما میخواییم در اینجا بگوییم این است که وقتی اسم شما به عنوان صفت استفاده شد در جمله، در اون صورت همیشه به صورت مفرد میایه، یعنی به حالت سنگولر میایه و ما گفته نمیتونیم که He works at a shoes store. حالت جمع شه به کار برده نمیتونیم. گاهی به صورت همزمان هم از صفت و هم از اسم برای توصیف یک اسم استفاده می کنیم. در چنین حالتی اول صفت و بعد اسم را قرار می دهیم. مثلا مثال ایف، I bought an expensive grammar book. یعنی من یک کتاب گرامر گران قیمت خریدم. حالا در اینجا این کتاب را هم expensive که adjective است و هم grammar که noun هست، هر دوی اینا یک کتاب را توصیف میکنه. هر دوی اینا را ما به عنوان توصیف کننده یا modifiers در این جمله استفاده کردیم. در صورتی که هم اسم و هم صفت برای توصیف یک اسم استفاده شود، در اون صورت ابتدا adjective را قرار میدیم، بعد noun را، که در اینجا اول expensive آمده بعد grammar. و ای اشتباه هست که بگویم I bought a grammar expensive book. یعنی اگر شما اول اسم و بعد صفت را قرار بدین، ای اشتباه هست. در این حالت اول صفت می آید بعد اسم. رسیدیم به آخر درس امروز و
با این کویز درس امروز را به پایان میرسانیم. لطفاً برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا ویدیو را پاز یا استاپ کنید. زیر صفت ها را خط کشیده و یک فلش به سمت اسمی که صفت آن را توصیف میکند بکشید. مثل نمونه ای که اینجا بر شما کار شده I drank some hot tea. حالا زیر ادجکتیف را اول خط بکشین. ادجکتیف در جمله هات هست و کار دومتانی است که یک فلش یا یک ایرو به سمت اسمی که صفت آن را توصیف میکنه به سمت او اسم بکشید. و اینجا اسم ما چی است؟ تی. تی را صفت ما که هات هست توصیف میکنه، بنابراین ما این فلش را به سمت تی کشیدیم. انصر کی در مقابل شما قرار داره میتونین جوابای خود را مقایسه کنین. بسیار تشکر که در لحظه همراه ما بودید. لایک، کامنت و شیر فراموشتان نشوه. تا ویدیو درس بعدی، خدا نگهدار.